یادتون راجع به مبحث ترانک فیوژن باهاتون صحبت کرده بودم. میخوایم ببینید نتیجه ترانک فیوژن چی میشه؟ اینه. ببینید. مبحث ترانک فیوژن بهتون گفتم که میایم پیوند چند تا گیاه هم خانواده رو هم دیگه داریم، یعنی از نهالشون استفاده میکنیم. مثلا اینکه نوع فیکوس هستش، این فیکوس های کوچیک رو که میبینید تو تصویر بهتون نشون میده، این فیکوس های کوچیک به هم دیگه کنار هم پیوند خورده، وسطش هم یه سازه استفاده شده. حالا میتونه سازه چوبی باشه، میتونه سازه ما از جنس فلز یا توری باشه، اونو قرار دادن دورش، این نهال‌های کوچیک رو بستند. اول بهار هم این کار رو انجام دادن. بعد از اون که اینا به هم دیگه پیوند خوردن، بعد از چند سال شروع میکنه این تنه شکل هشتی خودش رو پیدا میکنه و در نتیجه با پیوند خوردن شاید چند تا نهال، میتونیم بگیم مثلا 50 تا نهال یک ساله، شما بعد از دو سه سال میرسید به این گیاه، نه به این گیاه ها، این گیاه سنش بیشتر، منظورم که به این فرم تنه میرسید. ولی بعد که به مرور کار بکنید یا سن و سالش بره بالا، شما یه عالم شاخه فرعی دارید، از اون شاخه‌های فرعی استفاده می‌کنید، استپ‌ها رو در میارید، هرسش می‌کنید و تبدیل میشه به این گیاه زیبا. چیز عجیبی نیست، شما میتونید از این گیاه‌ها درست بکنید. برنامه‌ها رو اگه دنبال بکنید و تمرین‌ها رو انجام بدید قطعاً میتونید. نکته‌ای که بعد بهتون میگم توی ویدیو ترانک فیوژن ببینید، باز هم توضیح دادم که اون تعداد گیاه‌ها رو به هم پیوند میدیم، بخشی از پوستشون رو برمی‌داریم که اینا به هم دیگه جوش بخورن. اگرم که دیدیم حالا یه بخشی یه گیاهی اون وسط خالی شد، یا میتونیم جایگزین بکنیم یه گیاه دیگه اونجا، یا اون بخش به شکلی درست بکنیم که این خلأ نشون نده، خلأ خودش بشه یکی از زیبایی‌های گیاه. توی این گیاه هم چند تا فیکوس بونسای به هم دیگه پیوند خوردن. اینجا ریشه هاشون هستش که خارج شده و توی کار سوار شده، و اینجا چند تا گیاه بوده که در کنار همدیگه سوار شدن. ببینید همه یه کاری که توی بونسای انجام میدن خلاقیت هست، هنر هست، تجربه و تمرینی که شما میتونید داشته باشید و آموزش دیدن. ممنون از همراهیتون، سابسکرایب و لایک فراموشتون نشه، پیج ما رو فالو بکنید یا دنبال بکنید، سوالی بکنید، هستم در خدمتتون. خداحافظ.